آموزش فیگوراتیو با ترکیب بندی دو نفره. توی این قسمت آموزشی دو نفر رو برای شما کار میکنم توی یک فضا. خیلی دقت بکنید مثل همیشه، و قبل از هر چیز اگر تازه به دوستان ما پیوستید توی کانال من، سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت یادتون نره اگر خوشتون اومد از ویدیو و براتون مفید بود، که حتما خواهد بود، چون این آموزش ها رو به جرات میگم که هیچ جای دیگه نمیتونید پیدا بکنید، یا لااقل خیلی به ندرت همچین آموزش رو میتونید ببینید، چون که اصولی ترین و پایه‌ای و کاملا حرفه‌ای هست به زبان ساده و با متناسب با هر نوع سلیقه‌ای در زمینه هنرهای تجسمی. با این مقدمه کار رو شروع کردم با خطخطی ها، همون خطخطی هایی که همیشه من تأکید کردم، با این تفاوت که با مداد رنگی دارم انجام میدم، عین اینکه خط خطی دارم میکنم و دست و ذهن و چشمم رو با هم دیگه آماده میکنم و هماهنگ میکنم، اصولی هم توی این ترکیب رنگی دارم رعایت میکنم. و دقت بکنید رنگ های سرد مثل این آبی و سبز رو با هم دیگه و کم کم رنگ قرمز رو توی این فضا قرار دادم و ترکیب کردم. هرچه میزان این تمرین بیشتر باشه بهتره. خب رفتم سراغ اصل کار. فعلا اشاره‌ای به فضا میکنم، فضایی که قرار فیگورهای من توی اون قرار گرفته باشن. دوستان یک توضیح من بدم در مورد ضبط این ویدیو. این ویدیو توی فضای باز توی حیات کار رو هم ضبط شده. اگر لرزشی داره تصویر، یا اینکه سایه ناخواسته‌ای داره، یا هر مشکل دیگه تصویری ویدیو داره، به خاطر به هر حال کار توی فضای باز هست، وزش باد دوربین ما رو به حرکت میندازه و چیز دیگه که توی کار زنده و آزاد میشه نمیشه پیش بینی کرد. خب شروع کردم فیگور رو با دوباره احجام ساده. اشاره کردم به فیگور اول، حالا فیگور دوم. عرض کردم که اشاره ای کردم، یعنی فقط ابتدا و انتها، بالا و پایین، سمت راست و چپ فیگور رو مشخص کردم، یعنی فضایی که اون شخص اون فیگور من در بر گرفته و اون فضا رو به خودش اختصاص داده. حالا فیگور دوم، ارتباط پاها با هم دیگه. به هر حال دو از این نفر، بیشتر دو، سه یا هر چند نفر دیگر که توی یک فضا، توی یک ترکیب بندی قراره که با هم دیگه باشند، اینها ارتباطی با هم دارند. این ارتباط هم در مورد ارتباطشون با فضای دوروبر، وسایل دوروبر و همچنین با هم دیگه، یعنی از لحاظ تناسبات، اندازه ها و طرز قرار گرفتنشون توی اون مکان، نور، سایه و خیلی چیزهای دیگه، هارمونی رنگی و خیلی ظرافت دیگه، که اگر ویدیوهای من رو با دقت ببینید حتما به تمام اینها اشاره خواهم کرد. اصول هنر بسیار زیاد و جالب توجه هستند، پس دعوتتون میکنم به توجه هرچه بیشتر به این آموزش ها. سعی کنید از یاد گرفتن لذت ببرید و خیلی کنجکاوانه با عشق و علاقه نگاه بکنید. ساده کردن پنجه دست، مشت، ساعد، بازوها، پاها و تمام ظرایف دیگه فیگور. دوستان ویدیوها رو حتما 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 توی همین فضای یوتیوب ببینید. این جواب دوستانیه که شما میتونید به آموزش درجه یک عالی و اصولی من بدید. دانلود نکنید، توی همین فضای یوتیوب ببینید ویدیوها. این حجمی که بالا کشیدم اشاره بود به ساده کردن بالاتنه. بالاتنه هم مثل تمام اعضای دیگه بدن ساده میشه به استوانه ها، و این استوانه ها توی یک فضای مکعبی مستطیل یا مکعب مربع قرار خواهد گرفت. ساده کردن دست، شست همیشه جداست از چهار تا انگشت دیگه. اضافات رو، خصوص اضافات رو پاک کنه، اتودی پاک میکنم. ببینید این قسمت دست رو میشه اینجوری ساده کرد، پشت دست، چهار تا انگشت و شست دست
که همیشه من میگم ساز خودش رو میزنه و جداست از مسیری که انگشتان دیگه طی میکنه. شست دست همیشه به سمت داخل بدن هست. چهار تا انگشت دیگه. انگشت وقتی که پشت سر هم قرار میگیرن گاهن فقط یکیشون پیداست، بقیه پشت اون انگشت قایم شدن، گم شدن، یا دو تا یا سه تا. و توی حالت های خاص دیگه مثلا خمیری دیگه که پیدا میکنن، خب دوباره سراغ جمجمه میرن. خط انجلی بود، خط پشت گردن، ارتباطش با سرشانه ها. هیچ وقت هر چیزی رو که شما میکشید فرق میکنه، فیگور باشه یا هر موضوع دیگه ای، روی یک قسمت از کار فیکس نکنید که فقط اونجا رو تموم بکنید بعد برید سراغ قسمت دیگه. کل کار باید با هم دیگه انجام بشه. وقتی که من روی جمجمه کار کردم، روی گردن کار کردم، ناخودآگاه و بر حسب ضرورت من رو هدایت کرد به سمت سرشانه ها. ببینید کاملا حق پرش نداریم، مثل یک جاده همه به هم دیگه وصل هست. ببینید از چین شروع که لباس شلوار من هدایت شدم به سمت پاها، کفش ها، این قوس ها، خطای کاملا همخوان با فیگور. حالا به این فیگور بیشتر کار نکنم، برم سراغ فیگور دیگه. ببینید این دو نفر یک جا نشستند و پاهاشون روی یک زمینه، در نتیجه باید پاهاشون یک تناسبی با هم دیگه داشته باشه، ارتباطی با هم دیگه داشته باشه. دوباره چند تا خط در جهت حجم دادن به پا. حتما چندین بار این ویدیو رو ببینید توی فضای یوتیوب، چندین بار ببینید، چون خیلی جزئیات و ظرایف داره. زمان این ویدیو مثل بقیه، مثل قبلی ها کم هست، 10-11 دقیقه هست، زمان زیادی نیست. شما میتونید 3-4 بار ببینید، بستگی داره چقدر اشتیاق دارید برای یاد گرفتن هنر، یاد گرفتن اصولی طراحی. هرچه بیشتر ببینید بهتره، ولی باز من تأکید میکنم توی همین فضای یوتیوب ببینید، چون تنها حس فایده ای که برای ما بجز این که یاد گرفتن شما حسی رضایتی رو در من ایجاد میکنه، ولی خب شما هم به این آموزش رایگان اگر میخواهید لطفی بکنید، اینه که توی این فضای مجازی ببینید، توی فضای یوتیوب ببینید و دانلود نکنید. لایک یادتون نره، مطمئنن راضی خواهید بود از آموزش، و کامنت هم بذارید، من حتما سر فرصت میبینم و به تمام کامنت های شما پاسخ خواهم داد. ببینید ساده کردن بازوبار سر، محل قرارگیری گوش پشت سر، محل قرار گرفتن چشما، بینی، هارمونی خط ها رو ببینید، جهت ها رو ببینید، مثل یک موسیقی کلاسیک که هر سازی مثل هر رنگی در سر جای خودش به موقع خودش، ولی همه یک کلیت منسجم رو تشکیل میدن، یک ساختار منسجم و قوی و استوار رو با هم دیگه تشکیل میدن و همه در کل کار همخوان هستند، خطها و مرتبط با حجم و فیگور و فضا و هر چیزی که توی فضا قرار گرفته. ساده کردن دست ها رو ببینید، پنجه دست. این خط ارتباط دو تا شانه با هم دیگه بود، چون شانه سمت چپ پیدا نیست، یک خط، حالا من این خط رو تیره کشیدم به خاطر که توی ویدیو مشخص باشه براتون، ولی شما این خط خیلی روشن میتونید بکشید در حدی که فقط خودتون متوجه بشید.
حالت دست رو ببینید چقدر به راحتی، البته راحتی که میگم به سادگی نشون داده خواهد شد، ولی خب تمرین بسیار زیادی میطلبه. این ساده کردن دست یا هر قسمت دیگه ای از فیگور. فایدتون باشه پنجه دست رو میتونید تقسیم بکنید به پشت دست، قسمت 4 تا انگشت و شست. اضافات رو میتونید هر موقعی که احساس کردید که خیلی زیاد شده و امکان داره سردرگم بشید میتونید پاک بکنید. اصلا چون ما میخوایم این کار رو با مداد رنگی انجام بدیم، خطوط هرچه کمتر و کم رنگتر باشن خیلی بهتره، ولی من به خاطر اینکه کیفیت داشته باشه تصویر ویدیو مجبورم که مدار با مداد تیره کار بکنم و خطوام خیلی تیره باشه. اگر نه، کاری که قرار رنگ بشه با هر متریالی میتونه خیلی کم رنگ باشه خطوط مدادیش. خب این ویدیو به پایان رسید، این قسمت از ویدیو به پایان رسید. چندین بار ببینید و منتظر ویدیو بعدیمون باشید. موفق باشید.